مایک پامپیو. دو عنصر اجرایی محرم در توافق آمریکا و طالبان وجود دارد. و اظهارات دولت ایران از توافقنامه آمریکا با گروه طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. مایک پامپیو. دو عنصر اجرایی محرم در توافق آمریکا و گروه طالبان وجود دارد. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا با اظهارات روز گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی که گفته بود آزادی 5000 زندانی طالبان از صلاحیت های آمریکا نیست گفته است. شماری از مردم چیزهای زیادی میگویند، سر و صداهای زیادی خواهند بود. همه اینها برای جلب توجه و دیده شدن در رسانه ها رقابت میکنند. به نقل از اطلاعات روز، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که دو عنصر اجرایی محرم در پیوند با توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان وجود دارد. آقای پامپیو روز گذشته یک شنبه 11 اوت سال 1398 در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است که این دو عنصر محرم اسناد اجرایی نظامی هستند که برای حفظ نظامیان آمریکایی مهم است. او تاکید کرده است که این دو عنصر به زودی در اختیار کانگرس قرار داده خواهد شد تا فرصت دیدن آن برای تمامی اعضای کانگرس وجود داشته باشد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که توافقنامه آمریکا و طالبان شفاف بوده و هیچ معامله جانبی در آن وجود ندارد. با گفته او در این توافقنامه میکانیزم های عمیق پیچیده و خوب سنجیده شده وجود دارد که آمریکا را در نظارت و حساب ده قرار دادن تمامی طرف های دخیل کمک می کند. آقای پامپیو این اظهارات را در حال مطرح کرده است که هفته گذشته لیز چینی عضو مجلس نمایندگان آمریکا در یک جلسه استماعی پرسش معاملات پنهان در توافقنامه صلح با طالبان را به مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا مطرح کرده بود. آقای اسپر اما در پاسخ گفته بود که در این مورد چیزی در ذهنش خطور نمی کند. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی که گفته بود آزادی 5000 زندانی طالبان از صلاحیت های آمریکا نیست گفته است. شماری از مردم چیزهای زیادی می گویند، سر و صداهای زیادی خواهند بود. همه اینها برای جلب توجه و دیده شدن در رسانه ها رقابت می کنند. اما آنچه مهم است اقدامات ماست. توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان روز شنبه هفته جاری در قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر این توافقنامه را امضا کردند. با دنبال این توافقنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به زودی با رهبران طالبان دیدار خواهد کرد. زمان و مکان دیدار اما تا کنون مشخص نشده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری به امضای توافقنامه صلح میان گروه طالبان و آمریکا واکنش نشان داد و نوشت آمریکا پس از سالها تحقیر سند تسلیم خود را امضا کرد. با گزارش سپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان گفته است که این کار یعنی امضای سند تسلیم آمریکا است. وی در این پیام توییتری نوشت اشغالگران آمریکایی نباید هرگز به افغانستان حمله می کردند، اما آنها این کار را انجام دادند و دیگران را برای پیامدهای آن مقصر دانستند. ظریف افزود اکنون پس از 19 سال تحقیر ایالات متحده پیشنهاد تسلیم خود را داده است. چه در افغانستان و چه در سوریه، عراق یا یمن مشکل آمریکا است. وزیر امور خارجه ایران در پایان نوشت آمریکا خواهد رفت اما ویرانی گسترده پشت سرش باقی می‌گذارد. قابل ذکر است که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در تاریخ 10 اوت سال 1398 در شهر دوحه قطر امضا شد. این توافقنامه دارای یک مقدمه و سه بخش است که در بخش اول آن درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بخش دوم بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر
در برابر آمریکا و متحدانش و در بخش سوم هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته شود را در بر می‌گیرد. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان.